معنای هر عکس پروفایل چیه؟ مدل های مختلف عکس پروفایل دارن، یکیش اینجوریه، یعنی طرف چشماشو جدا کرده به عنوان عکس ارائه میده خدمت مخاطب. این یعنی چی؟ یعنی که من خوشگلم، قیافم راضیم، فقط هنوز دماغم عمل نکردم. دماغم عمل کنم عکس کامل میذارم. یکی دیگه هست که اینجوریه، گوشی گرفتن همش دستشون دماغش، یا این قلب میذارم رو صورتشون. این یعنی که من کلا قیافم راضی نیستم ولی هیکلم راضیم. یکی دیگه از عکس گل بلبله، اینا معمولا مال خانمایی که دوست دارن تو فضای مجازی بهشون توجه بشه، ولی از طرفی اسلام دست ماشون هسته، یعنی اونم میخوام وفادار بمونه، اینم داشته باشم خره، میخوام خورما. اینا بعد از مدتی که میبینن نه، مثل این که اون برخوردی که با عکس گل بلبل میشه در خور شأن و شخصیتشون نیست، یه دونه عکس با حجاب میذارن، بعدا میبینم حالا یه ذره بهتر شد، ولی هنوزم اونجور که باید و شاید بهم توجه نمیشه، یه ذره حجابه شلتر میشه. حالا بعضیشون دیگه تو همین حد میمونن دیگه، از این حد فراتر نمیرن دیگه، به همون توجه قانع میشن. بعضیشون دیگه حالا میبینن جلوتر، یه روسره برمیدارن، اینو برمیدارن، اینو در میارن، یعنی یه استریپتیز با صحنه آهسته دارن انجام میدن تقریبا، منتها اون مثلا تو یه رو این کارو میکنه، تو 20 دقیقه این کارو میکنه، اینا تو 10 سال این کارو میکنن. مثلا سال اول گل تبدیل شد عکس با روسری، سال دوم عکس با روسری یکم رفت عقب‌تر، سال سوم روسری برداشتن، سال چهارم این روپوشو برداشتن، این آستین حالا حلقه اینا تا اینجا، سال پنجم حلقه آستینه میره تا اینجا، سال ششم این در میاد، یعنی استریپتیز رو داره انجام میده منتها تو 10 سال. مدل بعدی پسرونه است، اینا که با ماشین عکس میندازن. حالا شما این ور قضیه رو دیدین، مثلا ظاهر رو میبینیم، پشت صحنه‌ش نیدیم که من دیدم چجوری با خودشون بین خودشون حرف میزنن. مثلا پسر عکس گرفته بود اینجا، رفته با ماشین دیگران عکس گرفته، اینجا دستش گذاشته رو آینه بنزه، بعد داشت با دوستش حرف میزنه، گفت بال شده، معلوم بال خودم نیست، مشخص نیست، اگه درش باز بود خیلی خوب بود، درش اگه باز بود هیچ کسی که شک نمیکرد بال خودم نیست. عده دیگه با ماشین خودشون عکس میندازن، حالا پشت فرمونه یه جوری عکس میندازه که بالاخره معلوم بشه این مزدا تیریه، یعنی یه چیزی یه جوری تنظیم میکنه، چه جوری بندازم بیفته، اینجوری میگیرم یا از این پایین بزنه سانروف بیفته، یا از این ور میگیرم آرم رو فرمون بیفته، یه جوری بالاخره باید نشون بده غیر مستقیم، یعنی نشون نده که آقا من عکس ماشینم رو میخوام تو چش شما بکنم، ولی عکس ماشین تو چش شما بکنه. در واقع مثلا من خودم از خودم دارم عکس میگیرم، ماشینه که اصلا خیالی نیست واسه من، ولی یه جوری بالاخره یه گوشه موشه یه آرمی از اون باید بیفته، شما بفهمید مزدتی رو داره سوار میشه دیگه. حالا یه هر ماشین دیگه میتونم اسم جدیداشو نمیدونم، مدل جدید چینی اومده XM i5 فلان، اینا رو اصلا خبر ندارم. یه مدل دیگه از عکس پروفایل مال بدنساز هاست تو باشگاه، حالا بدنساز یا اقدام به بدنسازی مثلا تو باشگاه رفته، مثلا من حالت عادی عکس میگیرم، بعد همچیز قیافش اینجوریه، صیف کرده از عضلاتشو، ولی مثلا نه حالت عادی همینجوری من این زده بیرونه، سیکس پک همینجوری زده بیرون، من اصلا فشار به خودم نمیارم، خودشه این رگه که زده بیرون الان از اینجا از اینجا، اینا مال خودشه، من اصلا حواسم نبوده اینا عکس گرفتن از من، من داشتم میرفتم. دسته بعدی افرادی هستن که با کتابخونه عکس گرفتن، اینا جز توپ چون نروترین نچسبترین و پر ادعاترین و گندگوزترین افراد روی زمین هستن. یعنی اولا که هیچ فرقی با اونی که با ماشین عکس میگیره نداره، اون داره پوز ماشین رو میده، این داره پوز کتاب. ببین من چقدر کتاب خوندم، حالا خونده یا نخونده رو کاری نداره، به فرض اصلا خونده باشه، وقتی همه این کتابایی که خوندی انقدر به یاد نداده که کتاب خوندن رو با عکسش نباید پوز بدی، اگه چیزی بلدی مطلب تو ارائه بده، نه که عکس کتابات رو زیر بکنی چش مردم، وقتی همه اون کتابایی که خوندی همینم به یاد نداده، یعنی بیشاش تو همش
از اینا که خودشون رو همچین برتر میدونه. شما ببین کتاب خونه رو ببین، چند تا کتاب خوندی تو؟ آخرین کتابی که خوندی اسمش چی بوده؟ آخرین کتاب نخوندی اصلا. خجالت نمیکشی کتاب نمیخونی؟ کتاب بهترین دوست انسان عکس اینجوری. آقا تو اگه مطلبی بلدی داری بحث میکنی، مطلبی بلدی مطلبتو بگو. چه ربطی داره که آخرین کتابی که فلانی خونده کی بوده؟ یعنی اینا براشون کاغذ مقدسه، فقط تا کاغذ باید اطلاعات بگیری. یعنی مستند ببینی قبول نیست، تو اینترنت مطلب بخونی قبول نیست، فقط برای کاغذ باید ببینی. اینا دینشون کاغذه. عکسی یه داره عکس توی مترو نه آلمان بود کجا، یکی از این کشورهای اروپایی به نظر میرسید، گذاشته بودن که یه سگه نشسته بود تو مترو، یه مردم نشسته بود داشت کتاب میخوند، بعد کپشن زده رو عکس، اینجا اون سگه اونجا راحت نشسته به خاطر اون کتابی است که در دست این مرد است. اون تا کجا میدونی اصلا اون کتاب چی و چی داره میخونه؟ شاید کتاب موفقیت در 10 دقیقه داره میخونه که سراسر گلواژه است. شاید اصلا کتاب پوست کندن حیوانات آشپزی با گوشت سگ داره میخونه که اون سگه رو بعدا بره کباب کنه. تو چه میدونی؟ چه فرقی میکنه که اطلاعاتو یا کجا یاد بگیره؟ کتاب یاد بگیره یا از تلویزیون یاد بگیره یا از اینترنت یاد بگیره؟ اطلاعات کتابم یکی از راه‌های انتقال اطلاعات. حالا اطلاعات میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه، میتونه خطرناک باشه. کتاب مثل بقیه چیزاست، کتاب یه راه ارتباطیه. این تقدسی که برای کتاب قائل شدن کجا میاد؟ کاغذی بودنش. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ویدیوهای دیگر رو اگه دوست داشتید میتونید ببینید، سابسکرایب هم اگر دوست داشتین بکنید ممنون، لایک هم متشکرم میشم اگر انجام بدید.